تابلوی سرقتی مظفرالدین شاه قاجار اثر کمال الملک پس از لندن سر از دارالآثار الاسلامیه در مجموعه خاندان از سباه کویت درآورد. این اثر که جزو اموال سلطنتی ثبت شده دوره قاجار است، طبق گفته کارشناسان احتمالاً سال 1357 از موزه سرقت شده و پس از خروج غیرقانونی سال 2000 میلادی در حراج کریستیز لندن توسط خاندان السباه برای مجموعه سلطنتی کویت خریداری شده است. سازمان کل موزه های ایران تأکید کرده است که مکاتبات حقوقی برای بازپسگیری تابلوی مظفرالدین شاه را آغاز کرده و این کار شدنی است اما ساده نیست. البته در کنار تابلوی سرقت شده تاریخی، تابلوی دیگری هم تصویرش در تالار برلیان کاخ گلستان دیده می شود که همچنان مفقود است. تابلویی از محمد علی شاه قاجار. طی روزهای گذشته موضوع سرقت تابلو تنها مسئله جنجال برانگیز حوزه میراث فرهنگی در ایران نبوده است. نگهداری از جام زرین باستانی لای پنبه در یک سطل پلاستیکی که در حضور وزیر از آن رونمایی شد موضوع دیگری بود که حساسیت افکار عمومی را برانگیخت. همچنین در این روزها انتشار تصاویر تخریب دیوار قلعه فلک الافلاک و مشکلات احتمالی که پس از این تخریب برای ثبت جهانی این بنای تاریخی به وجود می آید موضوع دیگری بود که ماه پرحاشیه و آب و چشم میراث فرهنگی در ایران را رقم زد. مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان در مورد دخل و تصرف در این قلعه ادعا کرده است این کار برای اصلاح سیمکشی ها و سیستم الکترونیک و دوربین مداربسته انجام شده است. سرقت و تخریب آثار تاریخی، بی توجهی به میراث فرهنگی و رها شدن طرح و برنامه‌های مصوب برای نگهداری و حفظ محدوده‌های میراثی مسائلی هستند که طی یک سال گذشته به گفته فعالان این حوزه در ایران تشدید شده است. داریوش معمار، ایندیپندنت فارسی.